انشالله که شاهد جذابترین رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان در ولایت زیبای غزنی باشیم. امروز 8 تیم برتر، قدرتمند، نامدار و پرهوادار و محبوب و ریشه‌دار فوتسال از ولایت غزنی و میدان وردک در این مسابقات شرکت کردن. رقابت‌هایی که بدون شک همونطوری که تمام مخاطبین عزیز جام فوتسال رادیو جوانان و رادیو جوانان که حامی ورزش و ورزشکاران هست در طول چند ماه اخیر تعقیب کردن. رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان دور اولش در بمیزبانی پایتخت کابل برگزار شد. ما رفتیم به ولایت تخار در زون شمالشرق دور دوم را برگزار کردیم با شرکت 8 تیم منتخب از کندوز، بدخشان و همچنان تخار. دور سوم در ولایت باستانی بامیان برگزار شد. دور چهارم رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان در ولایت ننگرهار راه اندازی شد. پنجمین دور مسابقات در زون شمال در ولایت بلخ به میزبانی تیم‌های منتخب شهر مزار شریف، سمنگان، جوزجان و سرپل برگزار شد و حالا ششمین دور رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان هست که به میزبانی غزنی برگزار میشه و انشالله که شاهد رقابت‌های جذاب باشیم و تمام هواداران عاشقان فوتسال که از طریق صفحه فیسبوک ورزش رادیو جوانان این رقابت‌ها را تماشا می‌کنن در هر کجایی از این سرزمین بزرگ و پاک حسن لذت ببرند و همینطور تمام مردم و هموطنان عزیز ما که در بیرون از کشورم هستن میتونن از طریق صفحه فیسبوک ورزش رادیو جوانان یا رادیو جوانان اسپورت مسابقات را به صورت زنده و مستقیم تعقیب کنن. هدف از برگزاری رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان ایجاد تفریح سالم برای نسل جوان افغانستان هست، زمینه‌سازی برای رشد و توسعه هرچه بیشتر رشته فوتسال و همچنان ظرفیت سازی برای جوانان، ارتقای ظرفیت فوتسالیستان عزیز ما و همین که بتانیم از طریق برگزاری رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان چهره‌های جدیدی را شناسایی کنیم تا انشالله در سال‌های پیش رو شاهد حضورشان در ترکیب تیم ملی فوتسال افغانستان باشیم و لباس‌های خوش رنگ تیم ملی را برتن کنند و برای یک ملت، برای یک کشور، برای افغانستان خدمت کنند.